گویا گرفتاری های اخیر قرار نیست که پایانی داشته باشد و هنوز ماجرای کووید 19 تمام نشده است که یک بیماری به مراتب کشنده تر و خطرناک تر به صورت خاموش در حال همه‌گیر شدن است. در حالی که همه جهان درگیر بیماری ویروسی جدید شده است، این بار در آفریقا، کشور نسبتاً فقیر اتیوپی، شاهد ظهور ویروس کشنده تری است که تاکنون جان بیش از 2000 نفر را در این کشور گرفته است. مبتلایان به این ویروس که هنوز هیچ اطلاعی درباره آن وجود ندارد و نامی هم حتی برای آن تعیین نشده، دچار خونریزی از چشم، دهان و بینی شده و جان می‌بازند. به گزارش وبگاه دیلی مدیکال اینفو، مردم کشور آفریقایی و فقیر اتیوپی در پی مرگ چند هزار شهروند این کشور به دلیل یک بیماری ناشناخته در ترس و نگرانی شدید به سر می‌برند. در افرادی که به این ویروس مبتلا می‌شوند، سفیدی چشم به رنگ زرد تغییر کرده است و کف دستانشان نیز زرد می‌شود. پس از مدتی چشم، دهان و بینی این افراد خونریزی کرده و به بیخوابی و بی‌اشتهایی مبتلا شده و پس از آن جان می‌سپارند. این علائم برای اولین بار در میان ساکنان روستایی در نزدیکی یک پروژه گاز طبیعی دیده شد. این پروژه را یک شرکت چینی در منطقه متعلق به سومالی در خاک اتیوپی اجرا می‌کند. در روزهای گذشته تعداد زیادی از افرادی که در نزدیکی این پروژه زندگی می‌کنند دچار این علائم شده و جان باختند. از این شرکت اکتشاف و حفاری نفت و گاز طبیعی به عنوان مرکز انتشار این بیماری یاد شده و به ویژه اینکه پسماندهای شیمیایی این شرکت آب شرب منطقه را نیز آلوده کرده است و این سموم می تواند در فصل بارش باران نیز بیشتر شود. بر اساس آمارها از زمان آغاز به کار این پروژه در سال 2014 تا کنون بیش از 2000 نفر در گروه های سنی مختلف در منطقه با علائم مشابه جان باختند. روزنامه گاردین گزارش کرده که شکایت های بسیاری از مرگ و میر در منطقه و جایی که این پروژه نفت و گاز در حال اجراست دریافت نموده است. این روزنامه نوشت که شرکت چینی از نوعی مواد شیمیایی استفاده می کند که به سلامت شهروندان و مردم منطقه آسیب می زند. این بیماری بخشی از سلسله بیماری های ناشناس است که به تازگی در این منطقه دیده شده است و پیش از آن در اتیوپی مشاهده نشده بود. گویا باز هم اگرچه این بیماری در یک کشور آفریقایی رخ داده است، اما رد پای چینی ها در آن مشاهده می شود. کشور اتیوپی به دلیل آب و هوای ویژه‌ای که دارد و با توجه به نرخ بالای بیسوادی مردمانش مستعد انتشار بیماری های بسیاری است. علاوه بر این و به دلیل فقر و بیکاری، مردم این کشور دسترسی اندکی به امکانات آموزشی و بهداشتی دارند و پیش از این بیماری هایی چون تب زرد، بیماری عفونی چیکونگویا و بیماری وبا جان هزاران نفر از مردم این کشور را گرفته است. این خبر نگران کننده در حالی موجب نگرانی دوچندان جهانیان شده است که هنوز جهان در شوک بیماری قبلی است و حتی به تازگی در برخی شهرهای ایالات متحده آمریکا هم وضعیت اضطراری اعلان شده است. تا این لحظه تعداد قربانیان کووید 19 در آمریکا به 12 نفر رسیده است. پس از مرگ یک نفر در ساکرامنتو، وضعیت اضطراری در کالیفرنیا اعلام شده و شمار قربانیان کووید 19 نیز در چین از مرز 3000 نفر گذشته است و نگرانی از شیوع این بیماری در اروپا نیز به حد اکثر خود رسیده است. در پی انتشار خبر مرگ یک شهروند آمریکایی در ایالت کالیفرنیا، فرماندار این ایالت اعلام وضعیت اضطراری کرد. به این ترتیب تعداد قربانیان این بیماری در آمریکا به 11 نفر افزایش یافت. از سوی دیگر، اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاری ها حکایت از افزایش شمار قربانیان در سایر کشورهای جهان دارد. فرماندار ایالت کالیفرنیا اعلام کرده است که پس از تایید 53 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در این ایالت، سخن گفتن از امکان محدود کردن دامنه شیوع ویروس این بیماری به یک منطقه مشخص بی اساس است. اعلام وضعیت اضطراری در کالیفرنیا امکان دریافت بودجه لازم و توزیع به موقع آن را برای مقابله با بیماری فراهم می کند. باید یادآور شد که اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت آمریکا به ویژه در ارتباط با وزش طوفان ها، گردباد ها و همچنین آتش سوزی مراتب و جنگل ها موضوع کم سابقه ای نیست.
اعلام وضعیت اضطراری در ایالت کالیفرنیا در واکنش به مرگ شهروند آمریکایی در بیمارستان واقع در ساکرامنتو روی داد. گفته می شود که این شهروند مسن آمریکایی یکی از مسافران کشتی تفریحی پرینسس بوده و در سفر از سان فرانسیسکو به مکزیکو به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. وضعیت شیوع این بیماری به ویژه در نقاط غربی ایالت واشنگتن باعث افزایش نگرانی مسئولان این کشور است. در همین رابطه درخواست تأمین بودجه ای معادل 8 میلیارد و 300 میلیون دلار در روز چهارشنبه 14 اسفند به کنگره آمریکا ارائه شده است. شمار قربانیان بیماری کووید 19 در چین تا این لحظه به 3075 نفر رسیده است. موارد ابتلای به این بیماری در چین نیز به بیش از 82000 نفر افزایش یافته است. بعد از چین، کره جنوبی بیشترین موارد ثبت ابتلا به بیماری ویروسی کووید 19 را اعلام کرده است. در این کشور در روز پنجشنبه 5 مارس 438 مورد جدید ابتلا به ویروس کووید 19 ثبت شده است. به این ترتیب شمار مبتلایان به این ویروس در کره جنوبی به 5768 نفر رسیده و در کره جنوبی تا زمان تنظیم این گزارش 35 نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. سکات موریس نخست وزیر استرالیا نیز روز پنجشنبه 5 مارس از محدودیت‌های جدید سفر به این کشور خبر داد. از این پس شهروندان کره جنوبی نیز از سفر به استرالیا منع شدند. افزون بر آن، ممنوعیت سفر به این کشور برای شهروندان چین و ایران نیز قرار است تمدید شود. نخست وزیر استرالیا اعلام کرده که همه کسانی که از سفر به ایتالیا باز می‌گردند باید تحت کنترل شدیدتری قرار گیرند. تا کنون 52 نفر در استرالیا در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. در آلمان نیز موارد ابتلا به بیماری به 262 نفر افزایش یافته است. مسئولان آلمان نسبت به پیامدهای اقتصادی این بیماری ابراز نگرانی شدیدی کردند. اتحادیه سراسری صنایع آلمان اعلام کرده است که هرگاه وضعیت اقتصادی در 3 ماهه دوم سال جاری در کشورهایی که با شیوع این بیماری روبرو هستند به حالت عادی باز نگردد، خطر رکود اقتصادی آلمان را به عنوان صنعتی ترین و بزرگترین اقتصاد اروپا تهدید می کند. از سوی دیگر، از روز پنجشنبه 5 مارس تا 15 مارس تمام دبستانها و دبیرستانها و دانشگاه های ایتالیا نیز تعطیل خواهند بود. بر اساس گزارش اداره حفاظت عمومی ایتالیا، شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در ایتالیا افزایش چشمگیری یافته است. آمار بیماران در این کشور تا شامگاه چهارشنبه 3100 نفر اعلام شد و 107 نفر نیز در اثر این بیماری جان باختند. بیش از همه اهالی مناطق شمالی ایتالیا به این ویروس کشنده آلوده هستند که گفته می شود نخستین افراد مبتلا به این ویروس در اتریش و سوئیس پیشتر در ایتالیا بودند. اما ینس شپان وزیر بهداشت آلمان مخالف بستن مدارس در سطح این کشور است. به اعتقاد او اوضاع در این کشور هنوز در آن حد بحرانی نشده است که نیازی به اقداماتی از این دست باشد. شپان اما از دولت‌های ایالتی خواسته که در این زمینه به نسبت شدت ابتلای شهروندان در ایالت‌هایشان را تعیین کرده و سپس تصمیم بگیرند. به گفته وزیر بهداشت آلمان تا روز چهارشنبه در آلمان 240 نفر به کووید 19 مبتلا شده و احتمال داده است که شمار مبتلایان قطعاً افزایش خواهد یافت. وزارت اقتصاد آلمان صادرات ماسک و دیگر تجهیزاتی را که می‌توانند جلوی گسترش این ویروس را بگیرند ممنوع اعلام کرده است، برخلاف رویه‌ای که در ابتدا وزارت بهداشت ایران و حکومتی‌های ایرانی اتخاذ کردند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.